خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم و ممنون. خیلی متشکرم. بالام و یاد پروردگار. سلام شما بیننده آخرین برنامه کودک شو در سال 97 از شبکه نسیم هستید. همراه من باشید. پشمان واثقی. کمتر از چند ساعت دیگه به عید نزدیک میشیم. دفتر سال 97 قرار بسته بشه. خب ما مستثنا نیستیم. ما در طول سال برنامه داشتیم، مهمان منزل شما بودیم و قراره که خداحافظی بکنیم با سال 97 و سعی میکنیم که در سال 98 هم همچنان یک برنامه پرشور داشته باشیم همراه شما. خوشحال میشیم در سال 98 از انتقادات شما با خبر بشیم، پیشنهادات شما رو بشنویم و بتونیم یک برنامه خوب، منسجم و مردمی داشته باشیم. باز هم تشکر میکنم از مردم خوب ایران که رأی دادن به برنامه کودک شو. لازم دونستم در ساعت پایانی سال 97 تشکر بکنم از تمام کودک شویی ها. فعلا که به حول قوه الهی ما این برنامه رو داریم ادامه میدیم. امیدوارم که در سال 98 هم این توان رو داشته باشیم که در خدمت شما باشیم. اما امشب مهمانان ارزشمند، عزیز و میخوام یه توصیفی داشته باشم، با نمک داریم. بریم که برنامه امشب آغاز کنیم. چندیل من میگم چون تو کار داری اول اینو پر کن. اول پس ما آره دست در نه. همینجوری سر همه پروژه رو از ما کار میکشه. ایل این خدمت دست در نه. من کارم تموم شد. خودت میکشی یا؟ بله. آقای لقمانی هم موقع عروسک‌گردانی هم همچین کاری میکنن سر کلاه قرمزی. آره. بقیه له میشن که پامل میده. خب. خوبه انقدر. ببین. این مال تو. دوست من که یکی اینجا خیلی خالیه. برای من الان جای بابام خالیه که هر سال باغچه‌مونو سر و سامون میده و الان فکر کنم کلی گل کاشته توی باغچه. زنده باشی بابا. زنده باشی. آره جای بابای منم که کلا خالیه. اصلا کارش گل کاری بود و پارسال عمرشو داد به شما. برای منم جای همسرم و مادرم چون جفتشون به گل کاری و گل اینا خیلی علاقه دارن و اهمیت میدن. گلدونات هم که کاشتیم دیگه میتونیم بریم بازی کنیم. بیلامون هم بیاریم؟ بیلا رو نه میخواییم. بیلا رو شما برای شما بیل تو بذار ولی سیبیل تو بیار. بذار من تو دفتر شهرزش هم یه ممنوع بهش خیلی بد. سال زندگی مشترک هنری خودشون رو آغاز کردند. هر سه هنرمند هستند. هر سه در عرصه کودک فعالیت‌های زیادی داشتند. در کار بزرگسال هم بسیار موفق بودند. اما دیدنی این سه بزرگوار در کنار همدیگه میخوام دعوت کنم از محمد لقمانیان، محمد بهرانی و آقای سلطان احمدی. بفرمایید.
خیلی خوش آمدیم. بله خیلی خوش آمدیم. سال نو خیلی خوش آمدیم. بفهمت بشینیم. خواهش میکنم بفهمت بشینیم. یکی دون بیاد پیش من. یکی دون بیاد پیش من. خیر. این گلدونامون خیلی خوش آمدید. یه سلام علیکی داشته باشید. چش. من امیر سلطان احمدی هستم. خیلی خوشحالم کنار شما. خیلی خوشحالیم. و امیدوارم سال پیش رو سال خیلی خوبی باشه برای همه. بسیار. محمد بزرگتره. بهرانی. نه، امیر از من بزرگتره. ایشون که سلام علیکم. آره. بین شما بزرگتره. شما 3 سال بزرگتره. آره آره. من محمد بهرانی هستم. ایشالله سال خوبی داشته باشین و خوشحالم که در کودک شدم. ما هم خیلی خوشحالیم از اینکه فرزند شما هستیم. بله لقمانیان. بنده هم کوچیک همه شما محمد لقمانیان هستم. امیدوارم سال 98 بهترین سال زندگیتون باشه. انشالله. الهی آمین. خب اولا چی کاشتین؟ چی کاشتین؟ گل. بده من براتون امضا کنم چون باید امضا کنم. دست شما درد نکنه. بفرمایید. من اینا رو امضا میکنم، همینجوری گفتگو هم میکنیم که زمان نبره. خب ما گفتیم که 20 سال زندگی هنریتون شروع کردید. اولا از شروع داستان‌های هنریتون ستایتون با هم دیگه برام تعریف بکنید که این معما و این پازل رو حل بکنیم در ذهن مردم. من ورودی 79 دانشگاه تهرانم. اونجا بازیگری خوندم، در یک جشنواره عروسکی 3-4 تا کار داشتم مشترک با امیر. سرکار خانم مریم سعادت کارهای منو دید و کارهای امیر رو با بله حتما منو با آقای بهرام شاه محمدلو معرفی کرد و از نوروز 81 وارد کار عروسکی و کودک تلویزیونی شدم تا الان. تا الان چند تا کاراکتر خلق کردی؟ چند تا کاراکتر خلق کردی؟ خلق که همیشه تیمی بوده، اما فکر کنم صدا پیشگی دیگه رسماً یه 14-15 تا عروسک بشه. عروسک گردانی هم باز 7-8 تا و بازی عروسک و بازی کار کودک هم داشتم یه 10-12 تا. 10-12. خب از شما شروع کنیم که چه کارا کردین برام بگین. منم که اون بخش مربوط به دانشگاه تقریبا مثل محمد ورودی 79 دانشکده هنرهای زیبام بازیگری خوندیم با محمد و همسرشون هم هستن خانم خطیبی، ایشون هم همکلاس ما بودن. ما با هم کار مشترک عروسکی زیاد داشتیم، ولی من تا روزی که پایان نامه دادم و بعدش درگیر یه تئاتر بودم هنوز جذب بازار حرفه‌ای نشده بودم. ولی بازم مسبب جذب ما تو بازار حرفه‌ای خانم مریم سعادت بودن. بازم براشون دست. که حالا جالبم هست، شیوه ورود من این شکلی بود که خب من توی دانشگاه کار عروسکی زیاد کرده بودم، ولی هیچ کدوم تو هیته کودک نبود. نه. همه عروسکی بزرگسال بود، شاید خیلی ندونن دوستان، ولی بعدها شاید کلاه قرمزی که اومد و برای مخاطب بزرگسالم جذابیت ایجاد کرد و بعد جناب خان شاید بیشتر جا افتاد این مسئله. که من حتی به خانم سعادت هم گفتم که اصلا اوکیه، گفتن شما میتونی و من با صدا پیشگی شروع کردم. و آقای بهرانی تو همون پروژه والا اون سالایی که من صدا میگفتم و بیشتر بازی میکردم شاید انقدر اقبال وجود نداشت به کارها. طبیعتاً الان منو به واسطه عروسک گردانی پسر عمضا شاید بیشتر مثلا بشناسن، ولی اون دوره‌ای که کار میکردم خودم خون عمومتل که با نگار استخ برنامه اجرا میکردن. بله، بله. خانم استخ هم اگه میشه یه دست برای بله پیشکسوتان عروسک گردانی در حوزه کودک و نوجوان هستن. بله با ایشون فکر میکنم اون خیلی اون دوره در حد خودش جا افتاده بود. 3 سال پخش زنده رفتیم با هم تا اینکه دیگه سال 90 متوقف شد. بسیار عالی که انشالله که ادامه پیدا بکنه. آقای لقمانیان شما؟ والا سرگذشتامو تقریبا با یه چند سال این برونور یکیه. یعنی من سال پایینی دوستان بودم، ورودی سال 82 هنرهای زیبا دانشگاه تهران از شهرستان قوچان به افتخار قوچانی هم یه دست بله. بزنیم قوچانی ها، کازرونی ها درسته؟ شما کجا هستی؟ من اصالتا محلاتی هم تو شناسنامه محلاتی ها همه ایرانی ها افتخار همه ایرانی ها بله. و از قوچان سال 82 وارد دانشگاه شدم، دیدم که چند تا سال بالایی با انرژی داریم، من خیلی دوست داشتم که باهاشون همکاری کنم از همون تو دانشگاه. بعد
من اصلا به خاطر بازیگری وارد دانشگاه شده بودم، ولی دیدم نه، دنیای نمایش عروسکی اصلا یه جورایی فرق میکنه، اصلا خیلی عجیب غریب و جالبه. رفتم اونجا، لیسانس هم اونجا گرفتم، بعد ادامه دادم و اونجا بود که باز هم با خانم سرکار مریم سعادت. خانم سعادت چه کرده با دنیای عروسکی؟ کل جوانای با استعداد رو پیدا کرده. بله، چند تا از پیشکسوتان عروسکی ما بودن که خانم سعادت هم جزوشون بودن، خدا رو شکر. همیشه تو داوری های جشنواره تو دانشگاه ها بودن، یا درس میدادن یا داوری میکردن. خب به هر حال بچه ها رو میدیدن، اونایی که بچه هایی که خیلی علاقه داشتن، استعداد داشتن، و به هر حال مسیر درست رو بهشون میگفتن. منم خیلی خوشحالم که اینجوری بودم. و دیگه به هر حال کار کردیم، کار شهرستان، تئاتر کودک. من تئاتر کودک خیلی کار کردم، بازیگری خیلی. اول نقشتون چی بود یادتون؟ یادم نیست، ولی خب از مدرسه واقعا شروع کردم. تو دانشگاه به صورت حرفه‌ای یکی از بهترین کارهای کودکی کردم با سرکار خانم پرستو گلستانی بود، نقش بمبو بازی می‌کردم. صداش هم اینجوری بود، خیلی وحشتناک بود و بالا سرم چراغ داشتم و خیلی وحشتناک، ولی نه برای بچه‌ها، خودم احساس می‌کردم اون لحظه وحشتناکه و خیلی خاطره انگیز بود. بعدش هم که به هر حال کلا قرمزی و عروسک گردانی صدا پیشه تو اون مجموعه، و بعدش هم دیگه بسیار یه نکته خیلی خوب، بعد به افتخارش دست بزنید. یه نکته خیلی خوبی که شما اشاره کردید اینه که فرمودید که من به خاطر بازیگری وارد دانشگاه شدم، بعدم که استعدادم در حوزه دیگری هست رفتم سمت کارهای عروسکی. این همیشه اون چیزیه که من به کسانی که علاقه‌مند به سینما هستن میگم شما شاید بازیگری جلوی دوربین یه ذره مسحور کننده باشه، یه ذره شهرتش وسوسه برانگیز باشه، اما ممکنه بیاد توی سینما بعد ببینی که آقا فیلمنامه‌نویس خوبی هستی، اصلا عکاس خوبی هستی، اصلا عروسک‌گردان خوبی هستی، صداپیشه خوبی هستی. و این بسته به خود آدم داره که خودش با خودش صادق باشه و ببینی که آقا من اینجا خوبم، ممکنه جای دیگه خوب نباشم. شما سه تا متوجه شدید که اینجا خیلی خوبید، نه خوبیدا، خیلی خوبید، و سعی کردید همون مسیر رو پیش ببرید. برنامه ما یک مسابقه تلویزیونی هست که در واقع برای بچه‌ها ساخته میشه، بیشتر برای پدرها و مادرها، رده سنیش بزرگسال هست. اما ممنونم از اینکه شما عزیزان قبول زحمت کردین. میدونم همتون خانواده دارید، بچه دارید. شما بچه دارید؟ بله، ماهان 5 سال و نیمشه. 5 سال. شما؟ من نه. شما بچه ندارید ولی صاحب خانواده هستید. بله. شما چی؟ بله، ما 8 سال و نیم ازدواج کردیم ولی بچه نه. هنوز بچه دانش. به هر حال این لحظه رو به جای اینکه کنار خانواده باشید لطف کردید اومدید در برنامه کودک شو، این باعث افتخار ماست. من یه چیزی فقط درخواستی از شما میکنم. میشه خانواده رو از هم نپاشونید آقای باز؟ من چیکار دارم؟ الان میگم. الان میگم شما یه سری ویدیو از خودتون میذارید در حال ورزش. هر باری که اینا پخش میشه من باید یه بار به خانومم جواب بدم با دوربین بالای سر من با گوشی میگه ببین اینجوری. خب نه، من حالا به من شرایط ما اینجوریه. بذار ما زندگیمون رو بکنم. آقا من جلو دوربینم بایستی فیزیک خودم رعایت بکنم. نه بایستی مثلا ما اون بازی میکنیم، یه نقشای وجود دارن، شکم دارن، ششر از اونها بالاخره بازیگر میکنه. آقا ببخشید دیگه اصلا ویدیو ارزش نمیذارم. زنده باش. خب اما رفتیم سر یک موضوعی که این کدومتونیم؟ محمد بهرانیه. درسته؟ اصلا شبیه الانته. آره، سیبیل نداره. آره آره. دماغش ولی گنده بوده اصلا. پشت لب نگاهت هم از اول یک نگاه آرتیستی بوده. نه بابا همچین مالی هم نفهمیدم. احتیاط داری. خب لغ به تویی؟ بله بله. آره؟ نشانیه قشنگ. بله به جالبه خیلی شبیه پسرم هم الان نگاه میکنم، ماهان هم این شکلی. خیلی شبیه هم، خیلی شبیه. و آقای سلطان احمدی رو ببینیم، امیر خان رو ببینیم. کناری چون کی هم؟ پدرم بودن که سال پیش دیگه به رحمت خدا رفتن. باز هم یک بار دیگه به پدرهایی که جوراب گرفتن روز رو تبریک میگیم. اونایی هم که نگرفتن باشه طلبش سال دیگه. خب اما ما یک مسابقه تلویزیونی هستیم، چندین بخش داریم، میخوام با شما اجرا بکنیم. قبل از اون میخوام بریم یه تشکر ویژه بکنیم از آقای طهماسب. کسی که سالیان سال بالغ بر 30 ساله. آقای طهماسب یک بازیگر بسیار خوب بودن، فیلم‌های بسیار خوبی بازی کردن. در یک مقطعی از زندگیشون نمیدونم چه اتفاقی افتاد، تصمیم گرفتن که مسیرشون رو به سمت کار کودک تغییر بدن و اومدن عروسک‌های بسیار زیادی رو خلق کردن، هرچند که در
مدرسه موشای خانم برومند هم حضور داشتن، صدا پیشگی عروسک گردانی با در کنار سرکار خانم معتمداریا و سایر دوستان. اما یه دفعه به ناگهان یک مسیر رو تغییر دادن که موفق هم بودن، یعنی من فکر کنم دبیرستان بودم اگر اشتباه نکنم که کلاه قرمزی برای اولین بار پخش شد، بعد صدا پیشگیش که آقای جبلی و انجام میدادن بین همه باب شد دیگه تو صفای مدرسه روزه 20 و من هر کسی میخواست یه تقلید صدا بکنه معمولا یه صدای هلیکوپتر در می آورد یادتون هست دیگه، و یه حرکت هم بود، یه حرکت هم وسط حرفتون این کارم میکردن که جا داره از خانم فنیزاده هم یه یادی بکنیم که عروس گردانی این کار بودن، خدا رحمتشون بسیار خالیه. و اینکه شما در کلاه قرمزی که بعدها مفصل تر شد، قبلا کلاه قرمزی و پسرخاله بود، بعد دیگه کلی فامیل پیدا کرد و کلی دوست پیدا کرد و کلی حیوانات مختلف و کلی هم اتفاق نه حالا اجازه نمیدیم حرف هم بزنم، خواستم بگم که در راستای احترام به موجودات این اتفاق افتاد و فکر کنم کاظم جیگر رو در واقع صدا پیشگی میگه، کی عروسک گردانی میکرد اونو؟ عیسی یوسفی بود. میخواین از دوستاتون تشکر کنید بعد یه نگاه کوچیکی به کاراکترهای خودتون داشته باشین بریم مسابقه رو شروع کنیم؟ آره بگیم اسما رو بگیم. بله دی بی صداش هوتن شکیبای، عروسک گردانش مهناز خطیبی، کمک کنید. همساده صداشو من میگم، عروسک گردان شیما بخشنده، بهادر مالکی صدا پیشه فامیل من دور. عاشق همساده، همون که چایی میخواد بیاره بنده. نه عزیزم ببخشیده. نه میگه چایی میخوری بعد میگه لیوانی میخوری. آره خیلی کاراکتر بامزه، یعنی همیشه یه سوالی داره. همساده کدوم میشه؟ شیرازیه. آی همساده که بدشانسه یه کمی همیگی می آه دارم کردی ما اینقدر ادایی آقای همساده رو در بردیم پشت سن کلا قرمزه هی میگونیم آه دارم کردی و اینجوری آقای تماس دیدیم داره به ما میخنده، یعنی من محمد رضا هدایتی عزیز بقیه بچه ها دیدیم همه هی داریم صدای آقای همساده رو تقریب، بعد یه آیتم آقای تماس همونجا درست کردن، گفتن آقای همساده بیاد روح تمام خانوادهش که همه اینجوری دارن صحبت میکنن بیان تو برنامه صداهاشون، آیتم بامزه شده بود. خود آقای تماس حالا من یه خاطره خیلی قدیمی دارم، اینقدر آرامش دارن ایشون هم در اجراشون هم در فکر میکنم کارگردانیشون. من یادم دختر من کوچولو بود، بعد یه روز رفت بغل آقای تماس گفتیم بابای کلاه قرمزیه و آقای تماس به عنوان بابای کلاه قرمزی میشناخت و مثلا گریه میکرد وقتی رفت به علای تماس، مثلا اینقدر به آرامش رسید، یعنی این آرامش عجیب. از وجودشون میاد که درون تصویر اونجوری بروز پیدا میکنه و از همینجا سال نو رو به شما تبریک میگم آقای تماس. بله به همه خانواده کلاه قرمزی تبریک میگیم، جاتون خالیه اما ما دستگیر کردیم بچه هاتون اینجا. خب ما کمتر از چند ساعت دیگه سال نو تحویل میشه و 97 دفترش بسته میشه، یه ذره شادتر بشیم؟ بشیم. چیکار کنیم؟ شما بلدین شاد، من ماشا الله جدی اجرا کنم. نه جدی میگم. ولی من واقعا اول که گفتن پژمان بازقی قراره کودک شو رو اجرا کنه گفتم چرا چه انتخاب عجیبی، ولی من همیشه برنامه تو میبینم خیلی اجرای درست و مسلح. به افتخار پژمان بازقی. خیلی ممنون. من رابطه خوب با بچه‌ها عالی واقعا. خب من خودم پدرم، بالاخره رابطه بچه‌ها رو میدونم با پدرها و مادرها و همون دغدغه‌ای که من دارم، این برنامه چیزی بیش از این نیست، فقط تجربیات مردمی که دوست دارن در برنامه شرکت کنن، اجازه میدن ما ورود بکنیم در زندگیشون رو، قراره ببینند های کودک شو در سراسر کشور بگیم و قراره که با شما این لحظات رو شاد در کنار شما باشیم. به همین دلیل مهمون‌های درجه یک خواهش کردیم تشریف بیارن و وقتشون رو گذاشتن. ما هم الان... شما میتونیم سوال بپرسیم؟ بله بچه نداره؟ نه خواهش میکنم. شما آژانس دوستی هم همین شکلی بودی؟ جدی رمزش چیه؟ مواد چیز داری نگه دارن؟ نگه دارن والا نه آژانس دوستی خداییش همین شکلی بودی؟ خیلی لاغر بودم اون دو 74 کیلو بودم، خیلی لاغر بودم. الان مگه چند؟ الان 81 کیلو. 6 کیلو این آره. همه سال گذشته. 20 سال گذشته دیگه. 20 سال 7 کیلو آره. البته یه جمله، من دخترم پزشک هستم، بعد چندی پیش دیدمشون گفتش که اگر الان چند سال گذشتم 44 5 سالمه. گویا مثلا تا 60 سالگی هم زندگی بخوای بکنی، سالی 1 کیلو هم بخوای اضافه کنی، در 65 سالگی مثلا یه آدم چاق با پر از مریضی، پس سعی کن همیشه سلامت رو حفظ کن. برای همون اون بازی رو با ما شروع کردیم. من ورزش آقا ورزش چیز خوبیه، هم باید ورزش کنه. ها تقصیر خودمونه، ما یه سری
تو خوابگاه بودیم. بعد یادم هست تو هم خوابگاهی بودیم. آره ولی مثلا تو دو تا ساختمون مجزا فکر کنم شما ساختمون ما اومدیم دمپایی‌های بچه‌ها رو می‌کشیدیم. ما سال پایینی بودیم نه سال پایینی همچنان فکر کنم ادامه داره این شوخی خوابگاهی. اینا زیاد دارن و همین بدون اینکه یه کمد گذاشته بودن که دم در معلوم نشه. خب ما هم یواش در رو وا می‌کردیم کمده بین ما اونا بود. نگاه می‌کردیم دمپای خوباشون رو برمی‌داشتیم می‌رفتیم. بعد رسید به برداشتن غذا یخچال. یعنی مثلا دوستان ماماناشون براشون از شهرستان غذا می آورد ما تو خوابگاه میذاشتم میگه هیچ کی به این غذا دست نمیزنه این مال مثلا محمد بهرانیه. ما گفتیم او بچا تو یخچال غذاست. یه عملیات انتحاری میکردیم و تمام غذا رو می آوردیم. البته که بچه حالی میشدی محمد چه حالی میشدی واسه میای پاتک داره هر چیزی پاتک داره. شما میرفتید گاهی یه غذای رو به عنوان تله میذاریم توی یخچال. حالا اینکه چیکار میکنی با غذای بمانه هر که هر جور دوست داری تصور کن. بعد دوستان غذا رو میبردن و میخوردن. ولی در راستای شکم داشتن میگفتن ما دیدین که این بچهای ورودی جدید به محض اینکه میان تو محیط دانشگاه پوسترها رو نگاه میکنن مثلا زده آموزش زبان آلمانی. بعد میگیم مثلا زبان آلمانی هم چقدر باحاله بریم. مدام این پوسترها رو نگاه میکنیم. با محمد یه نقطه مشترک داشتیم به هم‌اتاقیامون میگفتیم که ما از فردا میخوایم 5 صبح بدویم 7 صبح بریم کلاس آلمانی بله. مثلا تا 8 مثلا تا 9 انگلیسی بله. و بعد بیایم سر کلاس. و هنوز فکر کنم این اتفاق نیفتاد. از شنبه از شنبه اول سال 98 دیگه میخوره. ما ورزش ولی محمد خب من میخوام چند تا اسم بپرسم. با دیماریا خیلی دوستی؟ با کی؟ دیماریا. آره. قرار بود کی مهارش بکنه تو شعر تو؟ هاشم بگزاده. هاشم بگزاده درست. فکر کنم هاشم اصلا مصدوم شد نرفت اون سال جام جهانی. نرفت. آره. ولی شعرش شما خوندی. ولی فکر میکنم رفت و الا در میآوردیم. نه از توی شعر. فکر کنم دیگه دیر شد. شعرش رو میتونی بخونی. دیگه دیر شد. بشنو تو دیماریا و در جوگیر نشو. با هاشم بگزاده درگیر نشو. مسی سمبولت تیم آرژانتین توپام تو گلته تیم آرژانتین مسی سمبولته تیم آرژانتین ولی توپام تو گلته تیم آرژانتین. آفر من یادم این که این آهنگ قبل از جام جهانی اومد بیرون بعد همه خواننده‌ها در تب و تاب این بودن که یک سرودی بسازن که اون تبدیل بشه مثلا به سرود جام جهانی. بعد آهنگ شما اومد بیرون و گفتم چقدر بامزه اینا رو. شعرش مال کی بود؟ شعرش رو اون قبلیه رو اون بخشای تکست اصلیش رو امیر نوشته بود. بندریاشو ما یه فصل مشترک هم داریم. منم 8 سال بوشهر زندگی کردم. جدی؟ بله. پدرم نظامی بودن در منطقه دوم دریای بوشهر. اونجا سال 60 تا 68 بودیم. بگیم سلام بگیم به مردم بوشهر. تو توی دوئلم لحجه داشتیم. خوزستانی درست. آره ولی مال همون سالاست فکر کنم. حالا ما یه خاطره جنوب داریم با همین خانم سعادت و با گروه کنسرت حشرات که رفته بودیم. حشرات؟ حشرها. ما یه نمایشی داشتیم که خانم سعادت کارگردانی میکردن. یه عالمه حشره. من خواننده‌های مختلف سوسک و مگس و تو هم همین سوسک و مگس بودی. آره دیگه و کنسرت اجرا می‌کردن. من پینه دوز بودم. نصف پینه دوز با بهادر مالکی. ببینم سوسک چجوری حرف می‌زد چجوری آواز می‌خونه. البته صداشو امیر میگفت من فقط عرصه گردانی. حالا عرصه گردانی کن. عرصه گردانی عرصه گردانی همه خیال می‌کنن که خیلی چیز آسونیه که نه بابا اصلا من بذارین به گفتین عرصه گردانی من کجا می‌تونم وایستم؟ شما هر چه دلتون بخواد اینجا وایستین. ببینید اون قسمتی که عروسک آره همین این عروسکه. الان ما اصلا تو کلا قرمزی هم اینجوری تمرین می‌کنیم. ما بعضی وقتا باید این پوزیشن‌ها رو انجام بدیم. بیایم اینور 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 این آها ببینید چرا عروسک اینجوری راه میره. آره عروسک باید اینجوری وایسی. یه مانیتور ما عروسکمون رو نگاه نمی‌کنیم مانیتور رو می‌بینیم و خیلی وقتا برای اینکه حرکت کنه اینجوری می‌ریم. یعنی شما پشت صحنه رو که ببینید احساس میکنید که چند تا آفرین بهتون. خیلی وقتا باید دراز بکشی. ببخشید من دراز میگم و دستتو بگیری بالا و به این صورت عروسک گردانی کنی. اون قسمت که حالا کلا قرمز اینا خوابن اینا نمیخوام لو بدم ولی اونجا همه پوزیشن اینجوریه. خوابیدید خودتونم دیگه اینجوریه و بله
اون زیر یه سری خرچنگیم مادر کلی دیگه. آره تبدیل میشیم به یه سری آره جونورای دوست داشتنی که اونجا هی دارن اینجوری اینجوری کاره عجیب غریب میکنن. و یا شهر موشا که همین الان هم سلام عرض میکنم به خانم مرزی برومرز پیشکسوتانه، یکی از پیشکسوتای عرصه بله دیگه فعالیت در کودک در بله مثل این مادر میمونن که سایه‌شون مستدام باشه توی انشالله. شهر موشا 100 تا عروسک‌گردان شاید توی دکور خیلی کم که همه اینجوری اینجوری بودن که اون گفت آخ پاد رفت رو پام، اون میگه آخه کت تو رفته دگمش تو چش من، بعد من میگفتم که الان یه نفر از بالا بیاد ما رو نگاه کنه میگه اینا چه شغلی دارن به خاطر این کارو. من یه سوال برام پیش اومد، حالا تو کلا قرمزی میدونن که همزمان هم عروسک گردانی هم بداهه در واقع دیالوگاتون رو یه بخشش اضافه میکنید یه بخشش کم میکنید بنا به موضوع، یعنی اینجوری نیست که هرچی دلشون بخواد بگن، یک سناریوی نوشته شده درست میگم؟ ببین یه خط داستانی داریم ولی متن نوشته شده نداریم. آره آره ولی خب آقای طهماسب خودشون ولی مثلا تو شهر موشا اینجوری نیست، یعنی هر کاراکتری باید دیالوگ خودش رو بگه. بله مثلا یه باب نباید جابجاشه، یعنی سر زمان خودش رو باید بدونید که مثلا که عروسکتون رو حرکت ضمن اینکه کاملا به شکل پلی بک اتفاق میفته، یعنی صدا رو بر اساس فیلمنامه میریم ضبط میکنیم و اون پخش میشه، بعدن عروسک گردانه ممکن چند روز بعد اونو بشنوم و لب بزنم. این شهر موشاست. خب چند تا اسم بپرسم. سامچه جان؟ سامچه. سامچه به خدا نمیدونم چیه سامچه. همیشه دوران دانشجو کی بود محمد بهرامی؟ مثلا به من بگن که سامچه کی بوده؟ پسر آقای سامخانیان دیگه. خب دیگه درسته، پسر نگهبان دانشگاهمونه. چرا میگوتین سامچه؟ اسم باباش آقای سامخانیان بود واقعا؟ آره بعد اون شد سامچه، بعدم شد ساچمه دیگه یواشاش کوچولو با هم بزرگ. الان خودش داره میشنوه. اما ما مسابقه داریم، کدوم ولی میشه؟ کدومتون ولی میشید؟ کدومتون بازی میکنم؟ ولی بشم بهتر. آره. اصلا اینو برای همین گذاشتم. آره. که به عنوان یک پدر میخواد داودل دانشگاه و غذا و دمپاینا رو در بیاری. پس خب محمد شما بازی میکنید؟ آره. خب پس تو هم حدس بزن. خوبه شش. با دستای شما از آقای بهرامی و آقای لقمانیان خواهش میکنیم بفرمایم بیرون برن به اتاق. منم وایسم احترام. بله برشون برده احترام شما. اما امشب مهمان باران شده، تا ساعت دیگر سال 97 دفترش بسته خواهد شد، ایشالله که برای همه به نیکی باشه. اما خودمون رو سبک سنگین بکنیم، ببینیم چه کارهایی رو باید انجام میدادیم انجام ندادیم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم، به نحو احسن از همین الان راجبش فکر بکنیم و انجام بدیم. اما مهمان ویژه‌ای داریم که لطف کردند همراه با فرزندشون تشریف آوردن، مهمان ارزنده‌ای که خاطرات بسیار خوبی داریم. میخوام با احترام دعوت کنم از سرکار خانم شقایق دهقان. خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین. ماشاءالله چه آقایی شده باز کنید. حال شما بفرمید، خواهش بکنم. خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خوبی جما؟ خیلی ممنونم. اگه سلام عرض بکنم خدمت همه حضار محترم و بیننده های عزیز توی خونه. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. ما خیلی خوشحالم که شما لطف کردید تشریف آوردید. من جان شما میسلام علیکی داشته باشید. سلام اولین بار میکنم نویا توی برنامه شرکت. نویا کوچیک‌تر بود اومده جلوی دوربین، الان دیگه سنش رفته بالا، یه ذره میدونه خجالت یعنی چی. خجالت میکشی از دوربین؟ من از اون خجالت میکشم. از چی؟ از چی؟ ماهیا؟ نه سنجر؟ سنجر؟ اسمش یادم رفت. سنجر؟ از سنجر خجالت میکشم. نه نوبود میگو، همه مغزم تمرکزم میخوای جاشو عوض کنی با هرچی؟ نه بابا خوبه. خیلی خوش آمدید. ساعت دیگر سال 97 به پایان میرسه. من ساختمان پزشکان نقش شما رو خیلی دوست داشتم. گفته بودیم به حالا قبلا هم به شما گفته بودم، اینجا خواستم در جلو دوربین اعلام بکنم. به نظرم یکی از جالب ترین و حیف بهش خیلی پرداخته نشد و شما یادتون هست دیگه نقش شما. بله بله. اسم کاراکترتون خانم شیرزاد. خانم شیرزاد و اینکه بسیار بسیار چندی پیشم داشتم میدم گفت
خانم شیرزاد داری چی کار میکنید؟ بیژن گفتش، بیژن بناشا گفت خانم شیرزاد گفت دارم اسفناج سبز گوش میکنم. بعد گفت اسفناج سبز چیه؟ گفت همون استراق سم. بعد آخرش همین استراق سم منظورش دارم. گفت آقا تو نمیتونی بگی، چرا میگی آقا اینجا؟ من اون کارو نه راستش قرار نبود بازی کنم، برای اینکه نویان اون موقع خیلی کوچیک بود، 2 سالش بود و این برنامه های روتین اینطوری میدونین دیگه، دائم باید سر کار باشین و فیلم برداری و وقت و اینا هم خیلی مشخص. بعد من گفتم که من نمیام سر این کار. همسرم گفتش که بیا برات کم می نویسیم با من، با قول و ضمانت اینکه کم کار داشته باشم. واقعا هم همینطوری، یعنی هر قسمت من یکی دو تا سکانس بیشتر. به نظر من که به درست شما کسی نمیتونه اون نقش رو بازی کنه. تاثیر خودتون انقدر شیرین درش آوردین، معلوم میشد که کم کار سر باشه. هی براتون نوشتم. ما دو تا مهمان دیگه هم داریم، محمد لقمانی و محمد بهرانی. محمد بهرانی الان در نقش ولی محمد لقمانیان در اتاق کودک هستن. ایشون هم قراره که به عنوان ولیشون جواب بدن. ما سوال مسابقه شون رو ببینیم، به اتفاق بریم اتاق بازی. دوست شما در 90 ثانیه چند امتیاز را با پرتاب توپ به هدف کسب می‌کند؟ هیچی زیر 200 تا بالای زیر 200 تا بالای 200 امتیاز. فکر می‌کنم هدفگیریش خوب باشه. محمد لقمانیان. لقمانیان آره. لقمانیان آره. لقمه میخواییم بگم لقمه که دیگه هم داره. آره آره. پس شما بگم گزینه شماره 3 بالای 200. بل انتخاب آقای سلطان احمدی گزینه شماره 3 هست. میریم به اتاق بازی بچه ها، جایی که محمد بهرانی و محمد لقمانیان و امیر سلطان احمدی، سه دوست صمیمی، سه یار قدیمی، سه هم خوابگاهی و سه هم دانشگاهی، قراره که این بازی رو برای ما انجام بدن. با دستای شما بریم به اتاق بازی. سلام. برو اون تو و تمام آموزش هایی که این سالا بهت دادم و پیاده کن و ما رو سرفراز کن. باشه؟ آفر. اگر سرفراز نکنی چی میشه؟ بدو 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 پیدا کن بدو اینو بیا بدو بدو. چند امتیاز شد بچه ها ببینیم؟ خوبه. آها 40 امتیاز. خوبه خوبه. آفرین. من فکر کنم به روش نظامی داره بیا بازی بگیره. به هر یه روشی که ما بزرگ شدیم. بله بابا چی میزنی؟ کجا میزنی؟ عمدن داره دست با شلوختی بازی در میاره. نه ای بابا بیا محمد. اون وسط صده؟ تا حالا صده 60 سال رفتم 50 سال باقی مونده. میتونه چی میگم؟ چی میگی؟ چی میگی؟ لقمه. بله لقمه. موجی هم بریم چقدر شد بود ولی هم رفت اون چیز کن من هم یه بنزینش بیرون که اونا بمونه اینا رو بریز که توپ پیدا شه. اینا رو بریز توپ اصلی ها پیدا شه. 5 4 3 2 1 آفرین. ممنونم. ستاره شون ببینیم چه رنگی شد. طلای رنگ. خب اینجا ما اینجا یه دیوار جایزه داریم و جایزه از 1000 تومان داریم تا 1,000,000 تومان. بله منم مثل شما یه ذره فوتبالی هستم. اینا دارن چیکار میکنن؟ یعنی اینقدر خسته شدن اینا جکوزیه دقیقاً با همون جهاز رفتن. ولی خب خیلی ظاهرا خسته شدن، هنوزم دنبال توپ میگردن. نیست واقعا. یه دونه از اعداد 1 تا 7 رو انتخاب کن، یه جایزه برنده. دوست داشتم 8 باشه چون منم مثل شما فوتبالی هم 8 میپوشیدم اون وقتا، یه کارایی میکردم. ولی به یاد آقای مالکی که همیشه عدد 7 رو انتخاب میکنه، عدد شانسشه، ما میگیم 7. عدد شما بعدا میریم آقای مالکی رو میزنیم اگه نشد. کار دارن میکنن. چه بامزه است. به ما توپ میزنن. از 1000 تومن برنده شدی. نفری 333 تومن بهتونم.
من بقیه شو از آقای مالکی میگیرم دیگه. برای اولین باری که اصلا چوب از توی در واقع جایزه پرید بیرون. ببینید چقدر به نظرم عدد همساده بود، عدد آقای همساده بود. اون من اصلا از اتاق بازی نمیان بیرون، همینجوری خسته شدن واقعا به قول من. خیلی ما تا ساعتی دیگه داریم 97 رو به پایان میرسونیم، قراره در 98 هم در خدمت شما باشیم. خانم دهخان خیلی لطف کردن به اتفاق پسرشون نویان عزیز در برنامه ما شرکت کردن. با شما کار داریم ما، مخلص. درسته ما خواستیم مهمان ویژه هم داشته باشیم، به همین دلیل خانم دهخان رو دعوت کردیم. بهترین نقشی که بازی کردیم خودتون کدوم نقش بیشتر از همه دوست داشتین؟ تو سریالای تلویزیون هیچ فرقی نمی‌کنه در طول سال‌هایی که کار کردیم. راستش یه سریالی بازی کردم به اسم دزد و پلیس که کارگردانش آقای سعید آخانی بودن. اون نقش خیلی جزء نقشایی بودش که در واقع آقای تشکر حافظه‌اش از دست داده بله، بودن. بله. اون فکر می‌کنم که برام بازی کردنش از همه لذت بخش‌تر بود. از نظر من براره. شیرزاد نویان براره رو همه با هم یه ضرب شیرزاد رو تشریف کنیم. شیرزاد 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 نویان تازه داره میبینه ساختمون پزشکان آقا تازه داره خیلی با نمکه ندیده بود من از سر کار میام خونه میگه ماما میتونم بکشمت. چرا؟ لجدرار کرسش داره. هر روز من میافتم خونه یکی دیگه تا شب برای اینکه این نقش رو بازی کنن. خب نقش خوبیه دیگه، الان همه دوستش دارن. ما میخوام یه فانتزی با شما اجرا بکنیم. اینه که شما فرض کنید خانم شیرزاد بچه بوده چیکار میکرده؟ بچه بوده چیکار میکرده؟ خانم شیرزاد اصلا کاری نمیکرده، خیلی مثبت بود. نه فکر کنم تو درس و مشق و اینا احتمالا به گیر گرفتاری میخورده دیگه. مثلا میخواسته دیکته بگیره معلماشو دیوونه میکرده احتمالا. مثلا یه شعر میخواسته بخونه، مثلا من یار مهربانم دانا و خوشبینم. چی میخونده به نظر شما؟ من یار مهربانم. ولی واقعا فکر کنم مثلا بهش نمره میدادم فقط میگفتن که تو رو خودتو بیا برو یه نمره رو بگیر برو. خب ما داریم به نزدیک میشیم از خاطرات عید، از خاطرات کودکی. بله. اگه میخواید یاد کسی رو بیارید، به یاد کسی هستید، لحظات پایانی ساله و تا ساعتی دیگه یک سال دیگه به عمر ما اضافه میشه و یک سال دیگه به تجربه ما اضافه خواهد شد، چیزی دارید برای ما بگید؟ راستش ما اصولا تحویل سال توی خانواده همیشه برامون خیلی مهم بود. پدرم خیلی لحظه تحویل سال لحظه مهمی بود براش، یعنی ما همیشه بعد همه خانواده دور هم جمع شدیم. 5 ساله که پدرم از دست دادم، پدرم فوت کرده. خیلی ممنونم. ولی خیلی ممنونم. ولی وقتی که آدم یه عزیزی رو به این شکل از دست میده هر روز بهش فکر میکنه، ولی مناسبت‌های اینجوری خیلی بیشتر و شدیدتر یاد آدم میندازه که یک کسایی رو از دست داده و در این حال همیشه با یک خاطره خوبی هم همراه هست. شما این خاطره رو در واقع ادامه دادید و به نویان یاد دادید که لحظه سال تحویل چقدر مهم هست. همه در کنار هم باشن. مثلا امسال ساعت 1:30 شب بعد نخوابی ها. آره نخوابی ها. نه نویان که مدرسه نمیره دیر میخوابه. نویان دقیقا چه روزی چه سالی چه ماهی دنیا آمدن؟ نویان 24 دی 1386 ساعت 8 صبح. 8 صبح. بله. 7 8 نویان. من بیشتر از تو میدونم. من مامانتم. حالا میخوام راجع به همین خاطره شما بپرسیم که مثلا ساعت 9:30 صبح دیگه احتمالاً نویان آوردن پیش شما برای اولین بار و اون لحظه وقتی بغلش کردید چه احساسی داشتید؟ چه چیزهایی در ذهن شما گذشت؟ راستش من یعنی خب این نگرانی فکر میکنم که همه مادران این نگرانی رو دارن، به دلیل اینکه تو اون زمان بارداری هی آدم میخواد بدونه که بچهش سالم باشه و اینا. و خب به هر حال علمم انقدر پیشرفت کرده که خودتونم در جریان میدونید دیگه، واقعا میگن با آدم اگر که بچه مشکلش باشه. نویان که به من دادن، نویان یه تیکه از موهاش یک رنگ دیگه ایه. یه خال مو داره. بله اینجای ماست. بله. و من اولش که اولش که نویان رو بهم دادن قبل از هر چیزی یه گفتم خدایی چرا بچه موهاش اینطوریه؟ یه فکر کردم نکنه رنگ کردن موهاشو به حال. بعد فهمیدم که نه اصلا یکی از ویژگی‌های
خجالت میکشم. خجالت میکشم هر جا میرم میگم ما تو رنگ کردی امکان نداره خاله مو اصلا چیه. منم شاهدم که پیش میاد. منم یه پسر خواهر دارم 5 6 سال از من کوچیک‌تره، خیلی تعدادش هم بیشتره، یعنی یه منطقه انقدی روی سرش داره یه رنگ. نه ما یه بعد توضیح بدیم که به خدا ما ماشه رنگ نکردیم، اینطوری به دنیا اومده. و اما در ادامه برنامه کودک شو ما باز هم مسابقه داریم. از آقای سلطان احمدی خواهش میکنیم که با دسته شما به اتاق بازی بزرگترها برن و دومین ستاره طلایی امشب رو به دست بیارن. اولیش که 1000 تومانی بود، ایشالله بعدیش 1,000,000 تومانی باشه. خوبه؟ با دسته شما. خیلی ممنون و متشکر. و اما از 28 اسفند ما قراره که هر شب قرعه کشی داشته باشیم. هر شب 10,000,000 تومان جایزه تقدیم کودکشویی های عزیز خواهیم کرد. کافیه که کد اختصاصی برنامه ما رو شماره گیری کنید، ستاره 3 ستاره 40 مربع رو شماره گیری کنید، به وضعیت اپ روماوا در بیاید، در مسابقه کتابخانه شرکت بکنید، کتاب های صوتی رو در ایام نوروز اگر به سفر رفتید برای بچه ها دانلود بکنید و بذارین گوش بدن. در پایان برنامه ویژه نوروز 98 برنامه کودک شو هم 5 جایزه 20 میلیونی تقدیم شما خواهیم کرد. ممنون که بیننده برنامه ما هست. تون این کار انجام بدی میزان دقتت میاد پایین. شرایط سختی بود، واقعا شرایط سختی بود. واقعا تا حالا هیچ کس اینقدر چیز بازی نکرد. بخاطر اینکه ببخشید من بچه‌مو زیاد درست تربیت نکردم، بچه میخواد شیطونه. ببخشید ببخشید واقعا ببخشید. بیا همین آقا رو با توپ بزنیم. در برنامه ایدانه کودک شو همراه با سرکار خانم شقایق دهخان و نویان قاسم خانی، محمد لقمانیان، محمد بهرانی، خیلی خوب بازی کردین ها. زنده باشید. ولی اصلا یعنی الگوی تربیتی مناسبی واسه بچه‌ها نیست. زنده باشید. به نظرم میری تو بازی رو میبری و الا الان دیگه عوض شده شیوا. خیلی هم خوب شده، بچه‌ها آرامش بیشتری دارن. من یه خاطره تعریف کنم. ما دبیرستان بودیم، تو دبیرستان ما اکثر بچه‌ها کشتی‌گیر بودن. یه بار ناظم اومد شلنگ و گفت بگی دست تو یکی از بچه‌ها کشتی، دستش اونجوری گرفت تا زد اون گرفت، گفت 2 دقیقه داریم با هم دیگه مثل مرد صحبت میکنیم این کارا چی داری میکنیم. آره بعد دیگه منم یه خاطره از همینا بگم. من یه دوستی دارم علی باقری، فکر کنم میشناسینش، بازیگر توی فیلم‌های آقای مانیه حقیقی فکر کنم بازی کرده، شیرازیه. آره بله. علی خب خیلی استایل باحال و اینا داره. گفت که سال دوم دبستان بودیم، معلم اومد گفت بچه‌ها امروز من یه شلنگ جدیدی آماده کردم، توشم یه میله آهنی رد کردم، این خیلی درد میگیره. ای بزنم الان میفهمین چقدر درد میگیره. باقری پشت میبیرو برو من یه 30 تا زد که بقیه بفهمه خیلی درد. خب نویان جان ما میخوایم به شما عیدی بدیم. ما این دیوار جایزه ماست. ببین از اعداد بین 1 تا 7 اون بالا هست و قراره که شما یه دونه انتخاب کنید. من خیلی عذرخواهی میکنم، ما از 1,000 تومان جایزه دادیم تا 1,000,000 تومان امیر سلطان احمدی یه دونه عدد رو انتخاب کرد، عدد 7 رو انتخاب کرد، 1,000 تومان ستایی برنده شدیم. برای نفر 300 تومان به شما. امیدوارم پولمون رو نخورید. ولی گفتن که تایید کننده گفتن که ما نداریم این 1,000 تومان بدیم، چون باید 3 تا 300 تومان بدیم، الان خرد نداریم. باشه براتون کارت کارت میکنیم. خب نوید از عدد 1 تا 7 یه عدد انتخاب کن. 1 تا 7 چه سخت. آره 1 شد. 4. عدد شماره 4. 3 2 1. چه بدی نمیده. ای وای داره میره 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 5,000 تومان نویان برای یعنی به اندازه 5 برابر محمد بهرانی و محمد لقمانیان هم رسیدن. خب خیلیه جان. یه دونم من جدی همیشه دارم میخواست یه دونه اینا بندازم برنامه‌تون رو. باش. بیا. میشه؟ یه بار دیگه انتخاب بکنیم. بگم؟
بله حتما. چند تا بگم؟ همه میگن دو. 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 یا خدا، یا خدا. یا خدا. او! 500,000 تومان برنده شدی. 500 برابر انتخاب سلطان احمدی. خب ما یه دونه هزاری به سلطان احمدی میدیم، 500 تا میشونیم میدیم به شما. خوبه؟ اگه کاری نداری من برم. نه کارت داری، کارت داری. خب بریم مسابقه آقای سلطان احمدی رو به اتفاق ببینیم، ببینیم که میتونه ستاره طلایی بگیره. بازی انتخاب دیگه داریم. شو من اینو بذار در گرم. در گرم 500 تومن رو نصف کنیم. تو رو خدا من دیگه من انتخاب کردم. یک نصف که تقسیم بر سه باید بکنیم. نصف هم خواه سلطان احمدی میتونی باش حرف زنی. صدای شما رو میشنوه. امیر تو میتونی؟ واقعا بعیده، سخته. چیه مسابقهش؟ باید اینا رو بزنم اون دوکا بیفته که یه چند تا تمرینی زدم نشد. رو من حسابی نکنم. روپایی اگه قبوله روپایی میتونم با این 20 تا بزنم. 5 تا توپ داره، 3 بارم فرصت داره، این در مجموع 15 بار میتونه بزنه. تو پارت اول 5 تاش باید بزنه، این دو تا مانه رو بندازه. اگه نشد دوره 5 تا دیگه، 5 تا دیگه. اینجوری نیست مثلا در 15 تا دو تاشو بندازه. امیر آبروزی نکن دیگه. حالا باید ببینیم که دوستان ما اگه نتونستم روپایی میزنم جبران میکنم به شما یا نه. آماده ای؟ میشوریم. 3 2 1. اولش زنی شمسی بود. تو میتونی همونجا نزن دیگه، اون بری شو بزنی. نه دارم کج میزنم. خاکدار. آره ای وای امیر سلطان احمدی، ببینیم چه کار میکنه. ای وای همون شو. این آخریش ها. تمرکز کن، تمرکز کن. پینگ‌پنگی همین وری بفهم. خیلی چیکار کنم؟ خب یه بچه دوستان من اون رو دوباره مانر سر جاش میذارن. این اولین تلاشش بود در 5 تا توپ اول. براش دعا بکنید که در 5 تا توپ دوم بتونه ببره. شما یه بار دیگه خودت انتخاب کن، به کسی هم نگو. آره دیگه خوبه؟ اینم تازه بردیم اونجا. خیلی مبارکتون باشه. چرا قلبی برداشتی؟ تو بهمون اینو دادن. آره خب میتونستی انتخاب کنین الان. نه یه خانومی بود که گفت الان کدومشو دوست دارین؟ من کچله. همین کچله؟ خواهم قلبی هم بدون. خب بریم به اتاق بازی بزرگترها. برش میدانیم تقدیمش میکنیم. میریم به اتاق بازی بزرگترها. امیر سلطان احمدی با روحیه مضاعف قراره که این کار انجام بده. میشوریم. بریم. عالی بود. خودش افتاد. آفرین. خودش افتاد. آفرین. ببین بادش چی بود. آره. بادش گرفت. عالی بود. بیا درستش کن. امیر بیا بیا. بیا زمانتو نسوزون. بیا درستش کن اینو. بیا درستش کن خودت. آره. دو تا اولت عالی بود امیر. خیلی خوب زدی. حالا سه تا بعدی رو ندید. آفرین. دوست داریم بریم تو پنجره آخر یکی تون کمکش کنه. آره من خودت دیگه رو بزنید کارتش رو دوام کنه. تو برو 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 اینجا نشسته. خدا سخته. آره نویان بره. نویان دوست داری بری کمک کنی؟ ببین 2 3 4. نه حال تحرک. حال تحرک نداره. منو یاد یکی از دوستان میندازه. آره 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 اینجا میشینم دیگه. ما بخوایم که خدافظی کنیم ازت امیر سلطانم. نتونستی همه رو ناامید کردی. ولی من همون طرف ناامید کردم همین طرف. آره محمد بهرانی میگه من بیام. بعیده تو هم بتونی ولی بیا. برخوردش رو دیدی؟ به نظر من نمیام. نره نره محمد لقمانیان چی؟ منم حال تحرک ندارم. لقمانیان حال تحرک ندارم. یه ذره اینا اگه سنگین تر بود احتمالش بود که حتما بزنن. ولی سبک خیلی اختیارش نداره. یه بازی درست نمی‌کنن که همه بیان همینجوری برنده بشن جایزه‌های ما رو ببرن که. خلاصه زمین کجه دیگه. خب بشورین که پارت سومشون رو انجام بدن. 3 2 1.
ای وای نزدیک خوب شد. ای بابا همین افتاد. چقدر وقت داره؟ حالا اگه اون یکی رو زدیم ما جایزه میدیم بهش. میدین واقعا؟ آره اون یکی رو بزن. چرا میزنی همش مرکزه؟ نمیدونم به خدا کات برمیداره. ای بابا یکی دیگه بزن، یکی دیگه بزن. آره یکی دیگه هم بزن. این آخرین فرصت تا تخدیری کنی. بزن باشه تو بسته بزنم یکی. فایده نداره. چش بسته بزن. عالی بود. ای وای نزدیک بود آخر. حالا حداقل میتونم بگم باشه. گروه اسم گروهتون چی بذاریم؟ گروه حشرات گفتیم. چون رامبو تو خندوانم همه گروه های اسمی دارن. شما اولین سه زوج هم که نمیشه گفت. اولین سوجی هستید. سوجی هستید. هنری هستید که در برنامه ما شرکت کردید. قربون شما. مازم ممنون. ممنون. خیلی. ستاره قرمز تقدیمشون بکنیم. قرمز. ستاره دست بزنیم براشون. ستاره قرمز تقدیمشون. خب. اولیشو خوب زد. ما شروع کرد فکر کردیم که آره ولی به نظر شما نویان اگه بود میتونستیم بازی رو انجام بده؟ نویان تمرکزش خوبه. خوب با باشه. جای مشابه حالا ما از شما مثلا خواهش می‌کنیم که در پشت صحنه یک بار این رو انجام بده برای ما. باشه. اشکال نداره. بولینگ بلدم اینو بلدم. باشه اینم این همون بولینگ دیگه هیچ فرق نمی‌کنه. حالا تو خواهش بود که باید بره بازی. بازی خیلی استقبال کرد. خب ولی ما می‌خوام بهش جایزه بدیم. اشکال نداره. نه خیلی هم از دیوار جوایز ما انتخاب کن ببینیم که این دفعه میگم یک. این دفعه یک. عدد یک رو انتخاب کرد. جون خودم همه سو سمنم یک میلیون تومن. ببین آدمی که حال تعرق نداره ولی یک میلیون تومن برنده میشه. شما رفتین این همه هدف زدید هزار تومن. بعد اون آقا که آقای امیرخان رفته اصلا نتونسته بازی بکنه هیچی. بعد شما یه دونه مثلا گفتی من دوست داشتم از این دیواره استفاده کنم 500 هزار تومن. نویان بدون تحرک یک میلیون تومن برنده شد. من تو تیم نویانم. خیلی میلیون و 5000 تومان. اونا یادم. ولی ما جوایز دیگه هم داریم. قراره که از 28 اسفند قرار ما بر این شد که روزی 1 میلیون روزی 10 میلیون تومان جایزه بدیم به کودکشوی های عزیز. عیدانه ما هست به بیننده های کودکشو قرعه کشی خواهیم داشت. هر شب 10 میلیون تومان جایزه میدیم. در پایان ویژه برنامه هم قرار 5 تا جایزه 20 میلیون تومانی بدیم. کسایی که ستاره 3 ستاره 40 مربع رو شماره گیری میکنن به عضویت اپ روماوا در میان. کتاب صوتی میتونن دانلود بکنن. در مسابقه کتابخانی هم میتونن شرکت بکنن. حرف پایانی پایان سال هست. نمیخواد از کسی تشکر کنید به کسی تبریک بگید؟ راستش خیلی میخوام از برنامه‌تون تشکر بکنم برای اینکه به نظرم این دست برنامه‌هایی که به بچه‌ها میپردازه خیلی ارزشمنده. کاش بیشتر از این برنامه‌ها باز بود و اصولا برنامه‌ریزی میشد برای بچه‌ها برای نسل‌های آینده. و اینکه سال نو رو تبریک میگم. انشالله که همه سال خوبی داشته باشید. برای شما آرزوی سلامتی داریم. خیلی ممنون. متشکرم. مرسی از اینکه تشریف آوردید. شما جان سال نو تان مبارک. اینم عیدی ما به شما بود دیگه. خیلی ممنون و متشکرم. خدا نگهدار. سلام برسید. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. بفهمید خواهش میکنم. بیننده ویژه برنامه پایان سال 97 هستید از شبکه نسیم. برنامه کودکشو رو تماشا میکنید. یه بخشی رو میبینیم. سه مهمان عزیز داریم که قبول زحمت بفهمید آقا خواهش میکنم قبول زحمت کردن تشریف آوردن در برنامه ما. یه بخشی رو ببینیم و برگردیم در خدمتتون. میپرسین ازم یا بگم خودم؟ راستش من دو تا خواهر و یه برادر دارم و شانس اینو داشتم که توی خانواده‌ای با یعنی خانواده پرجمعیت و با تعداد بچه‌های زیاد باشم و برای همین همیشه با خواهر و برادرم سرگرم بودم. به اضافه اینکه من یک سالگی تا هفت سالگیم رو شمال زندگی کردم، یه شهرک نزدیک شهر ساری. خیلی عروسک بازی می‌کردم. یه خواهر دارم که از خودم یک سال کوچیک‌تره و خیلی با هم همش مشغوله عروسک بازی بودیم. یه فیل داشتم که تکونش میدادی توش
چیز بود، یه زنگوله بود که صدا میداد. دارمشن. دلم خواست بازیگرشم از بچگی که شدم. دلم میخواست که وسایلمو هیچ وقت گم نکنم که همچنان گم میکنم. یعنی واقعا شبیه آرزو بوده همیشه واسم که وسایلمو جا نذارم ولی هنوز جا میذارم. کودکیم سبز مثل شمال ایران. الان یه ذره الان سفیده. آره اگه بچگیمو بیارن اونجا بهش میگم دیدی بالاخره بازیگر شدم. لیله توی لیله خیلی حرفه‌ای بودم. آره چند وقت پیش برای پسرم و دوستاش لیله کشیدم، یه جوری نگاه میکردن که انگار یه بازی فضاییه، قبل براشون جالب و هیجان انگیز بود، ندیده بودن. خب دوستان عزیز، بیننده برنامه نوروزی کودک شو هستید. دیگه چیزی نمونده به آخر سال 97، ایشالا که سال 98 سال خوبی براتون باشه. آه چقدر سخته. من میتونم تو اجرا کن. نه میخوام یه خواهش بکنم، بهتر میشه. حالا فکر کن آقای طهماسب بی. بچه های عزیز خوبین، خوشین، سلامتین. چی بود؟ میگفت سلام بچه ها، خوبین، خوشین، سلامتین. بوی عید میاد. چی؟ کلا قرمزی؟ کلا قرمزی به افتخاره. فکر نکنم بیاد. ما مهمانان عزیزی داریم در لحظات پایانی سال 97 که در خدمتشون هستیم. محمد بهرانی قبول زحمت کردن رفتن در استودیوی مجاور. قراره که 7 پرسش از شما بپرسیم، از دوستای صمیمیش. اگر به 4 تا پرسش پاسخ صحیح بدید، 1 ستاره طلایی و امکان استفاده از دیوار جوایز برای شما انجام خواهد شد. آماده اید؟ بله. پرسش اول. اگه دوست شما محمد بهرانی یک فیل بالای درخت ببینه بهش چی میگه؟ 60 ثانیه فرصت داری با هم مشورت کنیم. میگه تو گیلاسی؟ احساس میکنم میگه که یه فیل از فیلای زمین کم شده. یعنی با وجود تو تنزی سیفه شاید یه چیز تنز بگه. محمد برمی که بداهه گویی فوق‌العاده ای داره. همین دارم میگه جناب خان که دیگه. خب اگه محمد بهرانی یه فیل بالای درخت ببینه بهش چی میگه؟ میگه سلام. به نظرم سلام. بهش میگه سلام. بهش میگه سلام. آره. سلام. این شاید منطقی تر باشه. آره. سلام. بریم و ببینیم جواب محمد بهرانی به این پرسش ما که اگه یه فیل بالای درخت ببینی بهش چی میگی؟ میکروفون صورتی هم دادم. به به چه گل پسری، خوبی؟ خوشحالی آمدی کودکشو؟ کودکشو رو دوست داری؟ بله. خب عزیزم اگه یه فیل بالای درخت ببینی بهش چی میگی؟ میگم سلام فیل. خب اما پرسش دوم از دوستان صمیمی، یاران قدیمی، محمد بهرانی دوست داره ماهی بشه و شنا بکنه یا پرنده باشه و پرواز کنه؟ پرنده باشه و پرواز کنه. آره دومی محتمل تره. چرا؟ با شناختی که ازش دارید؟ چون خیلی عاشق کائنات. اگه صفحه مجازیش هم دنبال کنیم مدام عکس ستاره و سیاره و کهکشان میذاره. یعنی فکر میکنم که از بالا دیدن زمین جذابتر باشه. فکر میکنم بله. خیر خب دوستان آقای بهرانی فکر میکنن دوست داره پرنده بشه و پرواز کنه. جواب خودش رو ببینیم دوستان. آقا محمد، محمد جان عزیزم منو ببین، حواست با منه؟ خوبی؟ بله. خود خیلی عذیت نکن. محمد جان دوست داری ماهی باشی و شنا کنی یا پرنده باشی و پرواز کنی؟ پرنده باشم پرواز کنم. بله. سوال سوم، دو پرسش دو پاسخ صحیح. محمد بهرانی اگه یه روز در خیابان گم بشه چی کار میکنه؟ بندری میزنه. بندری میزنه. یعنی مثلا نمیره جایی بگه آقا من گم شدم، نه، کمکم کنید، نجاتم بدید. نه. بریم ببینیم جواب خودش چیه. من فکر کنم ترکیبیه جوابش. جوابشو داره. محمد جان خیلی خوبی نه؟ آفرین پسر گل. اگه وقت خدای نکرده تو خیابون گم بشی چی کار میکنی؟ بندری میخوام.
میتونه بخونه واسه ما؟ مقلی ماهی میخورم پشتشی چای میخورم ولی ماهی خار داره یه مشتی عاشقال داره. آفرین آقا. اصلا من همین الان بگم یعنی اصلا هیچ چیز نشده، چی میگن؟ هماهنگی از قبل نشده بود به خدا. بکنم معلوم. ولی آخه ولی امیر خیلی محمدو میشناسه و خیلی خوبه. دمش هم گرم. آره. اونجا صدا ما رو نمیشنون میدونن دیگه، چون مسابقه است اون ور صدای ما پخش نمیشه. پرسش چهارم که اگر درست جواب بدید یک ستاره طلایی و استفاده از زیوار جا. از نظر محمد بهرانی مهربان ترین آدم دنیا کیه؟ خیلی سخته. جناب خان نیست؟ از تو خانواده شون حالا ایش فهم آدم دنیا دیگه. حالا آدم گفتیم دیگه، یعنی ما نباید بریم سراغ کاراکترها. شاید کاراکترها هم که خلق کرده به هر حال جز مهربان ها باشن دیگه. تو دنیای واقعی نمیدونم واقعا، اصلا نمیتونم حدس بزنم. خودش، همسرش، مادرش. از خانواده شون قطعا حتما هست. بله. یه نفر قراره به ما بگه. باید کلی جواب بدیم. مادرشون. آره من یک شخص رو نمیتونم. من میگم مادرش. شما میگی مادرش. بله. جواب محمد رو ببینیم و بشنویم. محمد جان نکنه عزیزم خراب میشه. گرونه محمد جان. خب الان حواست با منه؟ بهترین ترین آدم دنیا کیه؟ مامانه. آفرین مامان. مهربون ترین آدم دنیا همیشه آدم مادرشه دیگه. درسته. خب ستاره طلایی گرفتید، سه تا سوال دیگه که بایستی حتما بپرسیم از شما چون فضای بامزه ایجاد شده به نظر من. سوال پنجم رو ببینیم. به نظر محمد خنده چه مزه ایه؟ از نظر خود چه مزه ایه؟ از نظر من ترشه. ترشه. امیر از نظر تو؟ اگر جناب خان بپرسن میگه هههههه و احتمالا. نه از نظر خودت چه مزه ایه؟ شیرین. شیرین و ترش. ولی محمد عاشق ترشیجاته. من ترجیح میدم جواب آقای لقمانیان رو بپذیریم چون ولش کنی البته خیارشور و زیتون هم خیلی دوست داره. یعنی ترش شوره. آره ولی لواشک و این چیزا هم عاشقشه. احتمال داره بگه ترش چون به ترشی بیشتر مایله. بریم ببینیم جواب محمد چه هست. ما ازش پرسیدیم خنده چه مزه ایه. محمد جان میخوای اونو ببری خونه ما رو ول کنی؟ ببر اونو خونه. ببر محمد. محمد جان خندی؟ محمد خندی؟ پسر شیطون ما رفته تو اتاق بازی بچه ها. عزیزم خنده چه مزه ایه؟ خنده؟ بله. هههه و بله همون که هم جواب شما شد. خب سوال پنجم یکی در میون داریم میرین. سوال ششم الان باید تو درست جواب بدی. سوال ششم به نظر محمد بهرانی چی از همه جیز تره؟ جیزه تره. جیز 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 جیز. من احتمال اولین چیزی که بگه چهار بار جیزو تکرار کنه. خب من به نظرشون چی هستم جیز تره؟ محمد آدم خیلی دست و دلبازیه، یعنی مطمئنم که اگه کسی خونش بره حساس نیست روی یک چیزی که بگه به اون دست نزن یا این ماجرا. از خاطرات کودکیش چیزی نمیدونی؟ مثلا به آتیش دست داده باشه، به چاقو دست داده باشه؟ نه واقعا بگم از چیزی هم میترسه؟ نه، ترسوتر از اون من بودم. اون به من میخندید بابت یه سری ماجره ها. نمیدونی؟ من یا میگه من یا آره من میگم میگه جیز 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 جیز.
ببینیم از نظر محمد بهرانی چی از همه چیز جیزتر. کجا رفت اصلا؟ اصلا ول کرد رفت. لقمانی هم شعبد بازی میکنه احتمالا محمد رو غیب کرد. بله آدم نمیدونه جناب خانه یا ببری. بشین یه دقیقه قربونت برم. چشم محمد جان چی از همه جیزتره؟ چی از همه؟ جیزتره. جیز جیز کبریت. کبریت از همه جیزتره. راست میگه بچه های آشون باشه. عیده مواظب باشید که این شمع رو میخواین روشن کنی حتما با پدر و مادرتون این کار رو انجام بدید. سوال هفتم و سوال پایانی. اگه یه تخم مرغ داشته باشه محمد دوست داره چه رنگی رنگش بکنه؟ من فکر کنم بژ یا گلبهی. بژ یا گلبهی. از این دوتا فکر میکنم بدش میاد. از این دو رنگ چه رنگی خوشش میاد؟ فکر میکنم دقیقا این دو رنگ رنگاییه که بدش بیاد. حالا حدسه. من فکر میکنم اگه جناب خانی جواب بده باید زرد طلاییش بکنه که بشه تیم صنعت. تیم صنعت. آره. اگه فوتبالی بخواد جواب بده. اگه دیگه فوتبال. دیگه نمیدونم. آره اگه رنگایی که میخواد من میگم بژ یا گل بی. باش. بریم. ما بریم ببینیم که رنگ زرد رو دوست داری یا نه. خیلی عصبانی الان. روخ عصبانی گرفته. محمد جان. بله. اگه تخم مرغ. خب. تخم مرغ که میدونی چیه؟ بله میدونم تخم مرغ. اگه تخم مرغ داشتی. آره خب. دوست داشتی چه رنگیش کنی؟ اگه تخم مرغ داشتم دوست داشتم. گلبهی و بژ. ستاره طلایی تقدیم گروه چی بگیم؟ حشرات بگیم؟ نمیدونم چی باید بگیم. گروه کلا قرمزی ها. کلا قرمزی ها. گروه کلا قرمزی ها. ستاره طلایی تقدیمش کنیم. خب یه بار دیگه دیوار جوایز. جز جز. من نگم بهتره. تو بگی. من بگم؟ بله شما انتخاب کنیم. خب با توکل بر خدا شماره دو. یا این بر یکصد و پنجاه هزار تومن ما بین ماست. خیلی خب. اما از 28 اسفند ماه قرار ما بر این شد که ویژه برنامه نوروز کودک شو تقدیم حضور شما بشه. تا 15 جایزه 10 میلیون تومانی هر شب داریم. قرعه کشی خواهیم کرد، تقدیم شما خواهیم کرد. در پایان برنامه اونجاست آخرین برنامه ما 5 جایزه 20 میلیون تومانی تقدیم شما خواهیم کرد. ستاره 3 ستاره 40 مربع رو شماره گیری کنید، به عضویت اپ روماوا در بیاید. میتونید در مسابقه کتابخانیش هم شرکت بکنید. بله. دعوت بکنیم از محمد بهرانی هم به ما ملحق بشن تا بخش پایانی. جشنواره عیدانه نوروزی 98 برنامه کودک شو از 28 اسفند سال 97 آغاز شده. قرعه کشی داشتیم و الان کسانی که ستاره 3 ستاره 40 مربع رو شماره گیری کردند و حرف ما رو گوش کردند، به عضویت اپ روماوا در اومدن، در مسابقه کتابخانه شرکت کردن، قراره که یکیشون برنده بشه. خانم کرمی سال نوتون مبارک باشه. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت حضار محترم و همینطور خدمت بینندگان عزیز. سال نو رو پیشا پیش به همه هموطنانم هم تبریک میگم. انشالله سالی پر از آرامش و شادی پیش رو داشته باشیم. خیلی ممنون از اینکه قبل زحمت کردید تشریف آوردید. میخوایم عدد بشماریم و فرصتامون چقدر هست؟ جامعه آماری امشب ما 300871. شما یه عدد بگین. بله. عدد شماره 2 شما آقا. 5 شما خانم. 3 شما سرکار خانم. 7 چند تا شد؟ دو عدد دیگه باقی مونده. ما از تو عزیزم بگو. دو عدد دو و صفر. شما آقا بالا نشستید. از بین عدد صفر تا دو. بله. از بین عدد صفر تا دو یک رو انتخاب کردن.
بین شماره تماسشون چه هست؟ 127352 دومین نفری بودن که در برنامه ما شرکت کردن، فرصت حرف ما رو گوش کردن، منتها خیلی هم دیر شد دیگه، یعنی 127000 نفر شرکت کرده بودن، 351 نفر شرکت کرده بودن، شما 352 دومین نفر بودید. ولی به هر حال مبارکتون باشه، ان شاء الله که عیدی ما قبول بکنید. 0905 88 26. خیلی ممنون که بیننده برنامه کودک شو هستید، به ما اعتماد میکنید، جایزه ها رو تقدیم شما خواهیم کرد. دوستان من تماس میگیرن، لازم هم نیست که هیچ کدی رو به هیچ جای ارائه بکنید، جلوی آبر بانک برید، خدای نکرده کسی زنگ نزنه و به شما از موقعیت شما سوء استفاده نکنه، لطفاً دقت بکنید، از کودک شو با شما تماس بگیرم. ممنونم خانم کرمی، تا شبهای دیگه که در خدمت شما. خب دوران کودکی من، چون بالا کودکی من دو قسمته، یه بخشش بازی بود، یه بخشم ادا درآوردن. من تو شیراز محله کاشیزنی ایستگاه 4 بزرگ شدم، بعد 3 سال و نیمش مربوط به زندگیم تو تهران تو محله سراسیا. من عاشق ادا درآوردن بودم. من یه موتور پلاستیکی سه چرخه پلاستیکی یا موتور اینا نداشت، سبز داشتم، یه 3-4 سال باش بازی کردم، بعد ازش خسته شدم، می‌خواستم بندازمش دور. هر جا ولش می‌کردم تو محل یه نفر میومد می‌ذاشت دم در، می‌گفت موتور محمد رو ما پیدا کردیم. 3 سالم طول کشید اینو بندازیم دور. اون بهترین و تلخ‌ترین خاطره یک از بچگی که یادمه، که مثلا یک بار یک استکان نوشابه‌ای رو گذاشته بودیم تو یخچال، یخ زده بود، بعد با همسایه با قاشق خوردیم، خیلی بهم کیف داد. و اینکه به دوران خوبی داشتیم، بازی های روتین انجام نمیدادیم، یعنی با بچه ها خلق میکردیم. یه زمانی یادم آتاری و میکرو و بعد سگا و اینا اومد که من خیلی بهشون علاقه داشتم، بازی میکردم، هنوزم که هنوزه. یه دستگاه خریدیم با پسرم بازی میکنیم. خیلی ها بودن، اینکه بتونیم یکیشو انتخاب کنیم خیلی سخته، از هر کارتون آدم یکی رو دوست داره. ولی شاید مثلا مورچه خار بود، الان هم مرچه خاره. خب پلنگ صورتی و پسر شجاع و ما در 60 کارتونه خیلی خوب میدیدیم. بچه های مدرسه والتو خیلی دوست داشتم، انریکو رو خیلی دوست داشتم، همون راوی قصه رو. بچگی من رنگ و رنگ، یعنی الان شما به من بگید چه رنگی رو دوست داری، من میگم همه رنگا. حالا ما بچگی ها الان قرتی بازی ها نبودی، فوتبال بازی میکرد، رنگ خاصی نداشت، خوش رنگ بود، نمیتونم بگم چه رنگی بود. الان هم همونطوریه، الان شاید بیشتر سبز و سفیده. بزرگترین آرزوی دوران کودکیم، من خیلی تو کودکی اصلا تو ذهنم این بود که بزرگ بشم یه آدم مفیدی باشم. مهمترین دعا و آرزوم این بود که پدر و مادرم تا ابد برام زنده بمونن، من مثلا مرگشون رو نبینم، که حالا سال پیش پدرم به رحمت خدا رفت. وقتی که اسم کودکشو میاد، اولین چیزی که به نظر میرسه آقای پژمان واضقیه، دمش گرم. یاد این جمله میافتم، تا مثل کودکان ساده نشوید، به ملکوت آسمان ها دست پیدا نخواهید کرد. خب دعوت کنیم از آقای بهرانی. به به اول فروردین تولد کیه؟ تولدت مبارک. خوش شوشه. استاد. ما همچین آدمایی هستیم. تولد، تولد، تولدت مبارک، 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 تولدت مبارک. بیا شما رو فوت کن، که سرسازنده باشی. بیا. مرسی، مرسی. مرسی، خیلی عالی، خیلی ممنونم، مرسی. محمد لقمانیان متولد اول فروردین 1363. بله من امشب شب تولد شماست. خیلی خوشحال هستم، خیلی خوشحال هستم، یعنی نمیدونم الان یه هول شدم. ممنونم از همه، ممنونم که به یاد من بودین و هستین، ممنون از همه دوستانم که به فکر من بودن، ممنون از شما، ممنون از کودکشویی‌های عزیز. من آرزو میکنم که همیشه دلهاتون شاد باشه، خندان باشین، به آرزوهاتون برسین، سایه پدر مادراتون بالای سرتون باشه. الهی آمین. اگر مریضی تو خونه دارید، خدا اون مریضتون رو شفا بده، هیچ و هیچ پدر مادری بچهش مریض نشه، حتی تب نکنه. ایشالله که انقدر همیشه داشته باشیم که اصلا به فکر خودمون دیگه نباشیم، به فکر بقیه مردم باشیم، به فکر این باشیم که الان این همه پولو من اصلا بدم به یه آدمی که نیازمنده، بدم به یه مریضی که مستحقه، بدم به یک زندانی که الان با مثلا 500,000 تومان آزاد میشه. واقعا
انشالله انقدر حالمون خوب باشه، انقدر درونمون پر باشه، انقدر جیبامون پر پول باشه که همه به همدیگه مهر ببرزیم. هیچ وقت به فکر خودمون نباشیم و به فکر دیگران باشیم. خیلی ممنون. یه چیزی من اضافه کنم قبل فوت شما. ما چون این موقع معمولا سر کلا قرمزی هستیم، حالا استثنا امسال این اتفاق نیفتاد، خانم مرضیه محبوبم سال کبیسه به دنیا اومدن. بله. در واقع تقریبا میشه گفت همزمانن با آقای لقمانیان. به ایشون هم تبریک میگیم. خانم مرضیه محبوب عروسک سال کلا قرمزی، بحث کلا قرمزی هستن. به ایشون هم تولدشون تبریک میگیم از طرف خودمون و همه کودکشون. بله بله، مرسی. 3 2 1 مرسی. خواهش می‌کنم. مرسی. حالا دیگه مرسی. دست زحمت. کی رسیدی بخری؟ صحبت‌های پایانی هم داشته باشیم. کی رسیدی بخری؟ سفارش دادم براش. بله. دست زحمت. همچین آدمایی هستیم. از شما ما که نه. ترافیک برنامه‌ها زیاد هست. همینجور برنامه پشت هم قرار پخش بشه تا لحظه سال تحویل و چند ساعتی بعد از سال تحویل. خیلی ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردید، با همه کودکیتون شرکت کردید، این خیلی مهم بود واسه ما. کیف داشت. بله، اینکه رفتید تو اتاق بازی، تمام اتاق رو به هم ریختید به یاد کودکی، اینکه رفتید تو اتاق بازی بزرگترها، باز هم بازی کودکانه انجام دادید، اینکه رفتید تو اتاق پرسش و پاسخ ما، باز هم کودکانه برخورد کردید، این برای ما ارزشمند هست. خیلی ممنون از اینکه لطف کردید، تشریف آوردید، وقت گذاشتید. محمد جان تولد مبارک باشه، ان شاء الله سالی سالگی تو برم سلامت در کنار خانواده جشن بگیری. بعد دیگه دعای پایان ساله و هر چیزی که دوست دارید بگید که خدافظی کنیم با مردم عزیز. شما تولدت. من دعامو کردم، فقط سلامت باشین، خدا فقط سلامتی بده به همه، شاد باشید ان شاء الله. آرزوی عشق و آگاهی میکنم، سال خوبی باشه، سالی که انقدر معیشت هممون انشالله برآورده بشه و آماده باشه که به نیازهای غیر از خورد و خوراک و پوشاک فکر کنیم. سال خوبی داشته باشه انشالله. و امیر جان، منم فکر میکنم آرزوهای زمینیمون با تلاش و کوشش بیشتر و یه کوچولو هم تلاش و کوشش همگانی همه مسئولا میتونه در واقع بهش جامعه عمل پوشیده بشه. امیدوارم به آرزوهای آسمونیمون برسیم، به آگاهی بیشتر برسیم و همینطور به قول محمد بهرانی، عشق بر همه شما بباره. خیلی ممنون از اینکه تو برنامه ما شرکت کردید. از شما خدافظی میکنیم، سال نو رو مجدد تبریک میگم. محمد جان خیلی ممنون، فدات شم، سال نو مبارک باشه. مرسی. فدات شم، تولدت هم مبارک. من فقط تو رو بغل نکردم. سال نو مبارک باشه. بازم ممنون، کیکتون هم ببرید اونجا، متعلق به شما. آقا ما دیماریا رو بذاریم اشکال نداره، میذارم. خیلی ممنونم. با عزت میکنم. خدا نگهدار. خیلی متشکرم. عید دیگه بذاریم بریم دیگه. دیگه خیلی حرف زدیم، خسته شدیم، دیر وقت هم هست. شب همتون به خیر باشه، تا سال بعد خدا. امیدوارم به هر چی که دوست داریم تو سال جدید برسیم. خیلی دوستتون داریم. برسن. خدافظ. خدافظ. خیلی ممنون از اینکه بیننده آخرین برنامه کودک شو در سال 97 بودید. ممنونیم که برنامه ما رو تماشا کردید. میدونم که شبکه نسیم برنامه‌های متعددی داره، اما ما کارمون در این لحظه در سال 97 با شما به پایان رسید، اما 98 رو قراره که پر انرژی تر، پر دوان تر خدمت شما باشیم ان شاء الله، اگر عمری باقی بود. و به هر حال براتون آرزو سلامتی میکنم، امیدوارم که هیچ کس شرمنده خانوادهش نباشه در سال 98 و همه با هم تلاش بکنیم که زندگی بهتری رو به همدیگه هدیه بکنیم. تا برنامه بعد، بدرود. خیلی متشکرم.